میر حسین موسوی از رهبران محصول جنبش سبز با وی سابقه در یادداشتی نسبت به موروسی شدن رهبری در ایران و انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی هشدار داد و پرسید اگر چنین قصدی وجود نداره چرا تکذیب نمیشه او در این نوشته که مقدمه بر ترجمه عربی بیانی های جنبش سبز نوشته پیدایش داعش و کشته شدن صدها هزار نفر نتیجه سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی او همچنین حسین همدانی رو سردار بیافتخار توصیف کرد که در جریان اعتراض های سال 88 به غم کش کردن مردم افتخار می کرد و به دست مستبد دیگری کشته شد همکارم مرتزه کاظمی اینجا در استودیو با من همراه شده مرتزه لحن بی سابقه و به شدت تندی داره آقای موسوی و دو محور داره سیاست های منطقه ای که میدونیم چقدر خط قرمز جمهوری اسلامی و مسئله رهبری مجتبا خامنه ای بله محتوا و ادبیات متن هر دو خیلی تنده من اشاره کنم که در این 4170 روز سفری شده از هست بیش از یازده سال این متن تا حالا چون این مت منتشر نشده یعنی موسوی فقط بعد از سرکوب خونین آبان 98 اونجا یک پیامی داد که اونجا هم به تندی خامنه ای رو هدف قرار داد و جانباختگان رو شهید توصیف کرد اما اینجا این متن مفصل تره همونطور که اشاره کردی مقدمه کتاب عربی که متنش بیانی های جنبش سب خود میرسن موسویه اما این متن دسته کم میشه گفت پنج محور شاید داره که عمده است من به سرعت بگم یک جالبه که با وجود اینکه 138 ماه از حصر موسوی و البته خانم رهنورد گذشته تاکید میکنه که من بر اون آرمان ها هستم همچنان ارجاع میده به راه پیمایی 25 بهمن 89 و به نوعی تاکید میکنه بر حاکمیت مردم میگه این حاکمیت مردمه که ش... صرف نظر از باورها و ایمان شهروندان تامین کننده منافع ملی به بیانی موسوی داره عبور میکنه از ولایت فقیه از جمهوری اسلامی به یک حاکمیت غیر دینی تاکید میکنه نکته دوم تعریضات تندیه که متوجه آقای خامنه ای کرده در این مد با عنوان مستبد و حاکم سرکوبگر توصیفش کرده تاکید میکنه بر پروژه های آقای خامنه ای و جالبه اینکه چطور میگه این به استخدام در میاره فرماندهان سپاه یک مورد خیلی برجسته در این مد همینه که اشاره میکنه به سردار همدانی فرمانده ارشد سپاه که اعلام کرد اعتراف کرد که ارازل اوباش رو به تعبیر خودش 5000 نفر رو بسیج کرد در سرکوب خونین جنبش سبز و در سوریه کشته شد موسوی حالا میگه که اون کسی که شما گفتی سردار مدافع حرم بود این اومد به نوعی قربانی یک مستبد دیگه یک سرکوبر حاکم دیگه, دیگه یعنی بشار اسد شد نکته سوم جالب برمیگرده به بحث جانشینی خامنه ای و عملا میگه که گفته میشه که آقا یعنی خامنه ای فرزندانی داره که این به مجلس خبرگان میتونن اینها رو برگزینن به عنوان رهبری شیعیان و این رو یک توته توصیف میکنه میگه یه نیتی وجود داره و میگه چرا 13 ساله که این اخباری که گفته میشه رو تکذیب نمیکنن و این خیلی نکته مهمیه به این معنی به ویژه در داخل ایران و محور چهارمش که بیانی اشاره هم کردی انتقاد توند از سیاست های منطقه جمهوری اسلامی به ویژه که اشاره میکنه که آوار شدن میلیون ها نفر کشته شدن صدها هزار نفر پیدایش داعش فعالیت های از لبنان و این محورها همه ریشه داره در این سیاست های منطقه غلط جمهوری اسلامی که ضد منافع ملیه و میگه یک کجروی و خطای آشکاره و در نهایت هم با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی داره حقیقت تحریف میشه در حوزه های مختلف ابراز امیدواری میکنه به اینکه دادگری بر ستمگری پیروز بشه و راستی بر دروغ و به نوعی ابراز امیدواری میکنه که این وضعیت حاکم و نظام مستقر پایان پیدا کنه به ویژه با این تاکید که میگه قنداق فرزندان کشور که دارن زیر قنداق تفنگ روش میکنن اینها در یک وضعیت بهتری زندگی کنن به نوعی حاکمیت سرکوبگری و سپاه رو هم داره مورد نقد قرار میده بیانیه یا م... نوشتار بی سابقه به ویژه با توجه به اینکه گفتم 11 سال موسوی در حصر خانگیه و تا حالا یک چنین مکتوب ازش منتشر نشده ممنونم از تو همکار مرتضی کاظمی اینجا در استودیو